هیچ میدونستین یک جزیره وجود داره که چندین ساله کوسه ها فقط به همون جزیره حمله میکنن. با اینکه جزیره دیگه ای هم کنارش وجود داره که شرایطش مشابهه، اما کوسه ها نزدیک اون جزیره دیگه نمیشن. فقط به همین جزیره حمله میکنن. سالهاست مردمی که توی این جزیره زندگی میکنن نتونستن راهی برای جلوگیری از حمله کوسه ها پیدا کنن. حتی نمیدونن چرا کوسه ها فقط به اینجا حمله میکنن. این جزیره کجاست؟ چه اتفاقی داره میفته؟ چرا کوسه ها فقط به اینجا حمله میکنن و جای دیگه هیچ اثری ازشون نیست؟ بیاین به این جزیره مرموز بریم و کشف کنیم که جریان از چه قراره. به عامل ناشناخته خوش آمدید. در این ویدیو به جزیره کوسه ها میپردازیم. تو 22 جولای سال 2015 آبهای اقیانوس توی نزدیکی جزیره ریونیون آروم و شفاف بود. قسمت غربی این جزیره معروف به سنت لو و همیشه هم یک مکان عالی واسه موج سواریه. اما توی اون روز آفتابی و عادی یکی از افراد محلی داشت جون خودش رو از دست میداد. یک کوسه گاوی با 2 متر قد یهو در نزدیکی ساحل پیدا شد و به یک موج سوار به اسم رادولف آریاگی حمله کرد. یکی از دوستاش اسمش ایروان لاگابریل بود. این فرد دکتر و استاد جغرافیا توی دانشگاه ریونیون بود و داشت با 2 موج سوار دیگه لب ساحل صحبت می کرد. تا اینکه صدای داد و فریاد دوستش رادولف آریاگی رو شنید. لاگابریل به سرعت رفت سمت دوستش که ببینه جریان از چه قراره. دید کوسه‌ای به سمت دوستش حمله کرده و داره اونو گاز می گیره. از اونجا که کوسه ها بعد از حمله اول پشت سرش دوباره حمله دومشون رو انجام نمیدن، بریل به سمت دوستش رفت. دور دوستش پر از کف سفید بود. بعد صورتی شد. بعد قرمز. داشت خونریزی میکرد. کوسه فرار کرد. لاگابریل تعریف کرد که این یکی از ترسناکترین چیزایی بوده که تو زندگیش دیده. سعی کرده بلافاصله از بند تخته موج سواریش یک باند درست کنه و دور دست دوستش بپیچه. بعدم خیلی سریع به بیمارستان بردنش. به هر حال این داستان پایان خوبی داشت، چون آریاگی 45 ساله زنده موند اما یک دست خودش رو از دست داد. این یه اتفاق واقعی برای یکی از 10 ها نفریه که توی جزیره ریونیون و طی 10 سال گذشته شکار کوسه شدن. جزیره ریونیون یکی از مناطق فرانسه است که در نزدیکی ماداگاسکاره. اونجا یک جزیره دیگه به نام ماریوشس قرار داره. این دوتا جزیره خیلی شبیه همن. هم شرایط آب و هواییشون یکیه، هم شرایط قومیت افرادش مثل زبان، فرهنگ مردم. اما یه تفاوت بزرگ بینشون هست. تو جزیره ماریوشس مردم راحت توی آبها شنا میکنن، غواصی میکنن و از آرامش اونجا لذت میبرن. اما مردم جزیره ریونیون میترسن حتی انگشتشون رو تو آب بکنن، چون این جزیره به جزیره کوسه ها شهرت داره. تا سال 2018 56 مورد حمله کوسه به افراد گزارش شده و از سال 2011 تا 2016 هم تعداد این حمله ها بیش از 16% از حمله کوسه ها به انسان در کل دریاها را شامل می شد. به خاطر همینم تو همه جای این جزیره تابلوی خطر حمله کوسه قرار داره. اونقدر بحث حمله کوسه ها پیچید که به گوش مقامات رسید. مقامات شنا کردن رو توی همه جای جزیره ممنوع کردن، به جز چند تا جای کوچیک مثل تالاب مرجانی که توی این جزیره هست که ماهیگیرا هم بیشتر اونجا میرن. به هر حال همه میدونن که توی این جزیره نمیتونن امنیت کامل داشته باشن. یکی از اولین حمله های کوسه توی دهه 1980 اتفاق افتاد. اون زمان یک عده واسه استراحت و تفریح به این جزیره اومدن و همه چیزم داشت خوب پیش میرفت، اما ناگهان کوسه به چند نفر حمله کرد. تا اینکه یکی از داستانهایی که واسه تون تعریف کردیم و برمیگشت به ایروین لاگابریل که دوستش رو کوسه گاز گرفته بود، سعی کرد یک مقاله در این مورد بنویسه و تحقیق کنه. مطالعه لاگابریل نشون داد که طی 30 سال گذشته احتمال حمله کوسه توی این جزیره 23 برابر بیشتر شده و از هر 9 حمله از 10 تا حملات کار کوسه گاوی بوده.
کوسه های گاوی یکی از خطرناکترین نوعهای کوسه هن. این کوسه ها توی آبهای گرمسیری و نیمه گرمسیری و توی همه اقیانوس ها زندگی می کنن. ولی بیشتر اونا رو میتونید توی آبهای جنوبی بین استرالیا و آفریقای جنوبی پیدا کنین. حتی به این محل بین استرالیا و آفریقای جنوبی لقب بزرگراه کوسه دادن، چون بیشتر این کوسه ها به اینجا میان تا خودشونو خنک کنن. کوسه های گاوی خیلی خطرناکن. نسبت به شوری آبهای مختلف تحمل زیادی دارن. حتی توی آب شیرین میتونن شنا کنن. با تمام این تفاصیل، چرا همه این حملات توی جزیره ریونیون اتفاق میفته؟ تئوری های مختلفی واسش وجود داره. مثلا یک محقق توی انستیتوی ملی فرانسه به نام مارک سوریا 3 سال از عمر خودش رو گذاشت و روی این جزیره تحقیق کرد. تحقیقاتشون در مورد 45 حمله کوسه ببری و 38 حمله کوسه گاوی توی آبهای محل این جزیره بود. تحقیقاتشون نشون داد یکی از دلایل حمله کوسه ها ماهیگیری بیش از حده. چون ماهیگیرا با صید زیادشون در اصل غذای کوسه ها رو دارن صید میکنن و کوسه ها چیزی واسه خوردن ندارن. واسه همینم ناچارن به شکار انسان روی بیارن. موج سوارا هم توی جزیره ریونیون مثل ماهی میمونن که کوسه ها دنبال شکارشونن. کوسه ها از دور موج سوارا رو نگاه میکنن و منتظر میشن تا واسه استراحت این موج سوارا سرعتشون رو کم کنن و به سمت ساحل برن. اینجاست که بهشون حمله میکنن. دلیل دوم آبهای گلالود و کثیفه که کوسه های گاوی این شرایط رو دوست دارن. یکی از دلایلش هم ساخت مناطق شهری توی حاشیه جزیره است. آب شیرینی که توی جزیره استفاده میشه به دریای گلالود وارد میشه و کوسه ها رو جذب میکنه. اما یک سوال دیگه هم وجود داره. چرا جزیره موریشس که در کنار این جزیره است و شبیه این جزیره هم هست مورد حمله کوسه قرار نمیگیره؟ توی اون جزیره هم که ساخت و ساز زیاد بوده و آب فاضلاب به دریا می‌ریزه. پس شاید این دلایل نمیتونن تنها عامل جذب کوسه ها باشن. شاید دلیل اصلی آتش فشان فعالی به نام پیتون دلافورنس توی جزیره ریونیون باشه. گفته میشه این آتش فشان باعث شده سواحل جزیره شیب کمتری داشته باشن. واسه همین شنا کردن نزدیک به ساحل آسون تر میشه. سنگ‌های رسوبی که از دامنه آتشفشان وارد دریا میشن میتونن نظر کوسه‌های گاوی رو به خودشون جلب کنن. به هر حال این پدیده اونقدر واسه ساکنان جزیره عجیبه که خیلی جاها حفاظ کشیدن تا کوسه وارد نشه. به هر حال با اینکه حمله کوسه تو این جزیره اتفاق میفته ولی خیلی هم خطرناک نیست. معمولاً به غواصا حمله نمی‌کنن مگر اینکه غواصا زیاد بهشون نزدیک بشن و کوسه‌ها احساس خطر کنن. اگر شما هم جزایر عجیب دیگه ای رو میشناسید توی کامنت ها بنویسین تا در موردشون ویدیو بسازیم. تا عامل ناشناخته دیگر، بدرود.